جناب آقای مشیری شبتون خوش. درود بر شما، خسته نباشین آقای. درود نوشتم خدمتتون، خدمت هموطنان و همزبانان و دوستان رادیو صدای ایران. خیلی ممنون، امیدوارم که ما هم بتوانیم در این کلاس ها حضور پیدا کنیم. من یک شنبه ها خیلی خستم بعد از ظهرش. بله بله آقای خواب یک هفته بودم به این مطلب که شما هم تشریف بیارید، اما روزهای یک شنبه روزهای استراحت شماست بعد از یک هفته در واقع کار به حال سعی میکنم خدمتتون برسم. آقای مشیری خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم، همه فکر میکنم ما شب و روز با همین. بله همین جوره. جالب این است که ما هر جا هستیم احوال شما رو از بنده میپرسن و به هر صورت همین مطلبی که فرمودین صحیح است، گمان میکنن که ما بسیار نزدیکتر از این و هم در ارتباط هستیم. آقای مشیری میخواستم از اون تشکر کنم، در برنامه تون نمیدونم یک بار دو بار یا سه بار درباره کتاب من صد مقاله سخن گفته بودید و تأثیر بخشیش رو من دیدم و خیلی ازتون ممنون هستم آقای مشیری. خواهش میکنم، اختیار داریم. وطنان ما به شما بسیار علاقمند هستند. سالهای دراز با کارهای شما آشنا بود در ایران، در اینجا با فکر و قلم شما، کارهای تحقیقی و روزنامه نگاری شما، با همه این همه زحماتی که در این سالهای غربت شما متحمل شده اید. این هست که در واقع من فکر کردم که لازم هست که هموطنان ما، اون هموطنانی که کارهای از شما در دست ندارن، حداقل یک کتاب از شما در اختیار داشته باشن، باش طرز نگارش و شیوه فکر شما آشنا باشن. این است که این واقعا کمترین کاری بود که میشد کرد آقای مشیری. ممنونم ازتون آقای مشیری عزیز. یکی از شنوندگان میگفت مشیری بارها و بارها در برنامه خودش از شما تمجید کرده. گفتم محبت دارم واقعا در برنامه تلویزیونیتون. بله خواهش میکنم. آقای مشیری یه شنونده ای مقاله خواندن از شادروان داریوش همایون که براستی نامش جاودانه با. بله بله. میگویند ایشون در یک مقاله نوشته بودن زبان مهمترین و زنده ترین میراث فرهنگی است و زنده به گویندگان اصلی خیش است. منظورش این است که زندگی زبان در وجود گویندگان بزرگ جریان دارد و از همه برتر فردوسی. بله همینجور آقای. و ایشون خواستن، یعنی از شما میپرسن که دقیقاً فردوسی در جاودانگی و در گسترش و در بقای زبان فارسی براستی چه نقشی داشته؟ خیلی بحث خوبی است. اتفاقاً دیشب من کتاب نقد ادبی دوست بزرگوار جناب فارسی نژاد رو نگاه میکردم در باب ملک و شعرهای بهار و اینکه سوال شده بود که بزرگترین شاعر ایران کیست. این از این نوع تفنن ها که خیلی هم به لحاظ علمی واقعا اهمیتی نداشت، در بعد مشروطه خیلی مطرح شده بود اینکه بزرگترین شاعر ایران کیست و بعد فروغی مطلبی گفته بود مرحوم دشتی. ملک و شعرهای بهار میگوید که این دوست شاعر بزرگ رو ما باید کنار بگذاریم، دیگران رو با هم مقایسه کنیم، اما سرانجام نتیجه گرفته بود که فردوسی بزرگترین شاعر ایران است و دلایل هم آورده بود. عرض میکنم که فردوسی جایگاهی نشسته و به وجهی خاص این زبان رو به کار برده که به همه هستی تاریخی ما مربوط هست. در واقع حالا قطع نظر از بلاغت و قطع نظر از تلاوت و متانت و شیوایی زبان که حقیقتا به قول اون عرض کنم که یکی از این فصحای عرب میگوید که ما عرب با وجود داشتن بیان نیرومند و زبان قوی هرگز نتوانستیم اثری مانند شاهنامه تولید کنیم و به جاست که این اثر پارسی رو قرآن عجب بنامیم. و فکر میکنم مرحوم بهار هم این سخن رو از او گرفته است. فکر کنم جاهز باشه اگر خطا نکنم شاهنامه هست بی اقراق قرآن عجم رتبه دانای توسی
رتبه پیغمبری. این کار فردوسی بسیار بسیار مشکل، توان فرسا و بسیار هنری بوده. یعنی اینکه این معانی که به دست او رسیده که در قالب داستانها بوده به وجهی در اینها دمیده که نه تنها عرض کنم که زبان رو حالا عرض کردم بیرون از فصاحت، یک وجه هنری به این داستانها داده است که مردم ما پارسی زبانان مانند یک شراب ناب این داستانها رو در واقع نوشیدند و با این نوشیدن و تغییر کردن این داستانها و فراز و فرودهای سخن و زیبایی‌ها عرض میکنم که در درون ما این قضایای تاریخی و این افتخارات گذشته شکل گرفته و به همراه آنها زبان متین فردوسی و مصطلحات بی نظیر او جان ما رو فرا گرفته. این یک جنبه از عرض میکنم که ویژگی های این استاد هست. البته ما اگر بگردیم به ویژگی های سبکی فردوسی که در روزگار سامانی است و عرض میکنم که در روزگار اختصار و ایجاز هست، این استاد بزرگ با همه صعوبتی که در کار داشته، یعنی ما اگر نگاه کنیم به این صحنه های شاهنامه و این فراز و فرود داستان ها و تکرار این داستان ها، در میابیم چه میزان مشکل هست که ما یک داستان را آغاز کنیم و بعد اون را به وجهی که شنونده بپسندد، به وجهی که خواص بپذیرند، به وجهی که عوام بفهمند اینها رو در واقع بپذیم به قول معروف، و بعد استنتاج های حکیمانه و انسانی از این قضايا بکنیم یکی پس از دیگری، داستان بعد داستان. حقیقتا انسان دچار حیرت میشود وقتی که مقابل عظمت شاهنامه ما قرار میگیریم. حقیقتا هر کسی رو فردوسی خاضع میکنه در مقابل این رنجی که او برده و این عظمتی که تولید کرده است و به یاد گذاشته است. این است که در زبان فردوسی مفاهیمی هست که به هویت ما مربوط هست، به گذشته ما مربوط هست، به مسائل جهانی انسان مربوط هست. در واقع به همین دلیل هم هست که ترجمه شاهنامه به عنوان مثال بسیار آسان‌تر است از ترجمه حافظ، به لحاظ اینکه مطالبی که فردوسی به میان انداخته مطالب یونیورسال و جهانی است و از فیلتر ترجمه این قضایای یونیورسال البته خیلی راحت‌تر عبور می‌کند تا قضایای پیچیده فرهنگی محلی، بیشتر که در اشعار مولانا هست، در اشعار حافظ هست و اینا. این است که زبان فردوسی واقعا جنبه‌های مختلف داره و او توانسته با یک بلاغت بی‌نظیر ما را علاقمند بکند به این داستان‌ها، و در این داستان‌هاست که ما اون شربت پندی که فردوسی می‌خواهد و نظر اصلی که او دارد نسبت به ایران و نسبت به این جامعه و تاریخ او، ما ندانسته اونها رو هم در واقع در دل و جان خود رای میدهیم و اونها رو میپذیریم و اون در واقع در